جمشید برزگر روزنامه نگار از لندن تا صحبت‌های آقای خاتمی رو بیشتر به بحث بذاریم. بسیار خوش آمدید آقای برزگر. خب آقای خاتمی، حمله ارتش پوتین به اوکراین رو البته بدون نام بردن از روسیه محکوم کرده. ارزیابی شما از این واکنش چی هست؟ چرا آقای خاتمی به صراحت به روسیه اشاره‌ای نداشته؟ بله، خب این هم یکی از ویژگی هاییست که ما در جمهوری اسلامی فقط میتونیم شاهدش باشیم که یک تجاوز آشکار نظامی، یک حمله نظامی غیر قابل توجیه محکوم میشه اما از متجاوز مطلقا نامی برده نمیشه. آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی خودش چند دقیقه مفصل به جنگ اوکراین پرداخت اما مطلقا نامی از روسیه نبود و البته او تفاوتش این بود که خود اوکراین و آمریکا رو مسئول و مسبب این وضع معرفی میکرد. رئیس دفتر آقای خامنه‌ای البته به صراحت گفت که پوتین زرنگی کرد، دست پیش رو گرفت و این تجاوز رو انجام داد. صحبت‌های آقای خاتمی صحبت‌های دیرهنگام که حتی به نظر میرسه که ملایم‌ترین و در واقع آهسته روترین طیف جناح اصلاح طلب رو هم حتی نتونه اندکی راضی بکنه، در شرایطی که به هر حال الان خبرش هم اومده که درست به دلیل فشار روسیه مذاکرات هسته‌ای در وین هم متوقف شده. مسائل و نکات بسیار مهمتر و عاجلتری وجود داشت که حتی چهره‌های اصولگرا به اون اعتراض کرده بودن. مثلا فرض کنید کسی مثل علی مطهری یا حشمت الله فلاحت‌پیشه با صراحت بیشتری سخن گفته بودن. آقای خاتمی مطلقاً به این نکات اشاره نکرده، به اینکه در واقع استقلال ایران به شکلی بی سابقه خدشه‌دار شده، به اینکه سفیر روسیه چه اقدامات و رفتارهایی رو در ایران انجام میده، به گریبایدوف ادای احترام میکنه، صحنه مذاکرات تهران در جنگ جهانی دوم رو بازسازی میکنه. اینا هم نشانه ها و علائمی است که معانی روشنی داره، به روزنامه های ایران دستور میده که چگونه از تجاوز نظامی و عملیات نظامی روسیه در اوکراین نام ببرن و یاد بکنن. به تمام این نکات آقای خاتمی بی تفاوت هست و جملاتی کلی در باب این میگه که حمله به یک کشور دیگه کار ناشایست و زیبایی نیست. ارزیابی شما آقای برزگر از واکنش جامعه مدنی ایران به حمله نظامی روسیه به اوکراین چیست؟ چقدر این واکنش ها در ایران با ابعاد این بحران همخوانی داشته تا کنون؟ ببینید، تردیدی نیست که امروز سرنوشت ایران و اوکراین در نزد افکار عمومی بسیار به هم گره خورده، به خاطر اینکه از یک عامل مشترک در آن رنج می‌برن. الان برای بسیاری مشخص شده که جمهوری اسلامی عملا مثل یک حکومت دست نشانده، یک حکومت اقماری در قبال روسیه و چین عمل میکنه، هیچ نوع استقلال و اراده ای از خودش نداره. به محض اینکه روسیه تصمیم میگیره که شرطی رو بگذاره، ناگهان در حالی که تا پیش از اون مقامات جمهوری اسلامی صحبت از این میکردن که 97% 98% به توافق نزدیک شدن، ناگهان صحبت از شرایط جدیدی میکنن و بدون توضیح دادن دلایل این مذاکرات متوقف میشه. خب مردم وضعیت رو میبینن و میدونن که دلیل این امر دستوری است که از مسکو اومده و خاص و اراده پوتین. مردم ایران در همون روزهای اول تجاوز نظامی روسیه در مقابل سفارت روسیه جمع شدن، تظاهرات کردن، ولی خب میدونید افکار عمومی در داخل کشور با دشواری‌های فراوانی روبروست. یک فوتبالیست زن فقط به خاطر اینکه با جنگ به طور کلی مخالفت کرده به کمیته انضباطی احضار شده و به هر حال مرور رسانه ها این آزادی عمل رو ندارند که انتقاد بکنند از اقدامات مسکو. اما در جایی که این محدودیت ها وجود نداره، به عنوان مثال در شبکه‌های اجتماعی، روشن که افکار عمومی در داخل ایران تا چه اندازه مخالف روسیه و حکومتی است. ممنونم، متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن با ما.